سلام و وقت بخیر به تمامی علاقمندان به مسابقات کشتی کج. خوش اومدید به گزارش و بررسی اولین پیپر ویو کمپانی آل الیت رسلینگ با حضور کامل تماشاچیان در سالن بعد از وجود محدودیت‌های کرونایی به نام دابل اور ناتینگ. تقریبا 5500 تماشاچی در استادیوم حاضر بودند که تمامی بلیط‌ها در مدت زمان کوتاهی فروخته شدند و توی این پیپر ویو قرار شاهد 10 مسابقه باشیم که یک مسابقه در بای این برگزار خواهد شد و در بای این نیم ساعته بدون تلف کردن وقت مسابقه ریو در مقابل سرینا دیپ قهرمان کمربند زنان NWA سر کمربند زنان NWA برگزار شد. دو کشتیگیر در رینگ حاضر شدند و زنگ مسابقه به صدا در میاد و دو کشتیگیر سرشاخ میشند و سرینا از نظر قدرت بدنی برتری خودش رو به ریو به رخ میکشه و ریو دستش رو به سمت سرینا دراز میکنه و میخواد دست بده و یه جورایی صلح کنه، اما سرینا با یه سیلی جوابش رو میده و ریو هم یه کشیده به سرینا میزنه، اما سرینا قاطی میکنه و یه لگد میزنه تو شکم ریو و سه تا برکات بهش میزنه و ریو میتونه به سرینا دراپ کیک بزنه و گوشه رینگ با زانو بهش ضربه وارد کنه و میره روی تاپ روپ و کراس بادی خودش رو اجرا میکنه و کاور، اما سرینا تسلیم نیست. شرایط بار دیگه به نفع سرینا تغییر میکنه و مومنتا از اختیار ریو گرفته میشه و سرینا خواست بره برای اجرای سابمیشن، اما ریو آویزون تناپای رینگ میشه و خودش رو نجات میده و سرینا هدفش رو میذاره روی پای چپ ریو و به اون آسیب میزنه و گوشه رینگ گیرش میندازه و به گردن ریو هم آسیب میزنه و دوباره سه تا آپرکات مهمونش میکنه و پا میذاره پشت زانوی ریو تا میتونه به ریو آسیب وارد میکنه و تماشاچیان هم دو طرف رو هیت میکنن. ریو تونست با زدن چند ضربه مشت برای چند دقیقه کوتاه کنترل رینگ رو در اختیار بگیره و سرینا رو از رینگ خارج کنه، اما سرینا اجازه نمیده و گردن ریو رو لای تنهای رینگ میگیره و تو همون حالت بهش نک برکر میزنه و کاور، اما ریو تسلیم نیست. سرینا ریو همونطور که میبینید بلند میکنه و گوشه رینگ روی تنهای قرار میده و میخواست سوپلکس بزنه، اما ریو اجازه نمیده و سرینا رو میندازه پایین و جفا تو شکم سرینا فرود میاد و سرینا به خودش میلوله و ریو زانوی چپش رو توی دستش میگیره و خیلی خوب و سری داور به دلیل اینکه دو کشتیگیر پخش رینگ بودن شروع به شمارش میکنه و روی شماره 5 داور دو کشتیگیر سرپا میشن و ریو آتیشی عمل میکنه و با آرنج به سرینا ضربه میزنه و موفق میشه 619 یا تایگر فینت کیک هم بهش میگن رو بزنه و کاور، اما سرینا کیک اوت میکنه و ریو خواست حرکتی انجام بده اما سرینا اجازه نمیده و به ریو آویزون میشه که ریو هم سابمیشن سرینا رو بدل میکنه و بهش سوپلکس میزنه و کاور، اما سرینا دیپ تسلیم نیست. تماشاچیان شروع به تشویق کردن میکنند و ریو سرینا رو میندازه روی تناپای رینگ و میره روی تاپ روپ تا بپره روی گردن سرینا، اما سرینا جاخالی میده و ریو زانوش به چخ میره و سرینا از فرصت استفاده میکنه و با استفاده از تناپای رینگ به پای آسیب دیده ریو آسیب بیشتری وارد میکنه و تویستد نک برکر میزنه و کاور، ریو تسلیم نیست. سرینا قاطی میکنه و پای ریو رو میگیره و پرت میکنه وسط رینگ و بهش پاور بام میزنه و کاور، ریو همچنان تسلیم نیست. بعد یه زد و خورد جزئی ریو موفق میشه یه سوپلکس به سرینا بزنه و میره روی تاپ روپ و جفا روی کمر سرینا فرود میاد و ریو خواست بره برای تموم کردن کار حریفش، اما سرینا اجازه نمیده و سابمیشن روی پای چپ آسیب دیده ریو پیاده میکنه، اما ریو میتونه دستش رو به تمام پای رینگ برسونه و خودش رو خلاص میکنه و سرینا یه ضربه سنگین دیگه به زانوی ریو میزنه و میخواست فینیشر بزنه، اما به شکل فوق العاده زیبا همونطور که دارید میبینید فینیشر رو به رول بدل کرد، اما سرینا تونست خودش رو خلاص کنه و سرینا میزنه به سیم آخر و چندین بار زانوی ریو رو به کف رینگ میکوبونه و داشت دیگه زانوی ریو رو به پس کلش میرسوند که ریو تسلیم شد و سرینا دیپ تونست از عنوان قهرمانیش حفاظت کنه. یه مسابقه فوق‌العاده 4 ستاره که در بای این یا همون کیکاف دابل اور ناتینگ 2021 برگزار شد. با این با معرفی گزارشگران به اتمام رسید و شو اصلی پیپر ویو دابل اور ناتینگ 2021 آغاز میشه. اولین مسابقه ای که در انتظارمونه مسابقه معمولی بین قهرمان کمربند FTW برایان کیج در مقابل آدام پیج. دو کشتیگیر در رینگ حاضر میشن و آدام پیج به سمت برایان کیج حمله ور میشه، اما برایان به سادگی آدام رو پرت میکنه وسط رینگ. تقریبا
کنترل رینگ در اختیار آدم قرار گرفت و خارج از رینگ تونست به روی برایان پرشی رو انجام بده که در دومین تلاش برایان توی هوا میگیرتش و به پایه رینگ میکوبونتش و برایان مومنتا رو از دست آدم در میاره و به رینگ مسابقه برمیگردن و برایان سعی بر خفه کردن آدم میکنه که داور جلوشو میگیره و به سادگی آدم رو به گوشه رینگ پرتاب میکنه و آدم رو بلند میکنه و به عنوان وزنه ازش استفاده میکنه و یه جوری میشه گفت تحقیرش میکنه و میذارتش روی گردنش و میخواست با آدم آسیب بزنه، اما آدم شرایط رو عوض کرد و برایان با گردن اومد رو کف رینگ و کاور، اما برایان تسلیم نیست. بعد از یه زد و خورد برابر بار دیگه جفتشون از رینگ خارج میشن و آدم میره روی تاپ روپ و به برایان کیج خارج از رینگ مونسالت زیبا و خطرناکی رو فرو میکنه و تماشاچیان شروع به گفتن هولی شت میکنند. آدم قبل از اتمام شمارش داور برایان رو وارد رینگ میکنه و جفتشون میرن روی تاپ روپ و آدم خواست حرکتی بزنه اما دنیل اجازه نداد و دنیل خواست پاور بامب بزنه اما آدم حرکتش رو به هریکن رانا بدل کرد و کاور اما بی نتیجه بود و بالاخره فرصت نصیب برایان هم میشه و با استفاده از تنابهای رینگ میتونه آدم رو بلند کنه و به استیج بکوبونه، وجودی که هم کمر خودش و هم کمر آدم نابود شدند و برایان سرپا میشه و آدم رو بلند میکنه و میذارتش روی تاپ روپ و بعد آدم رو میذاره روی دوشش و پرت میکنه وسط رینگ، که صد البته این حرکت باس جوری انجام میشد که آدم روی زانوهای برایان فرود بیاد، اما خب این اتفاق رخ نداد و یه جوری سوتی بود که گزارشگران هم اشاره کردند و کاور میکنه، اما آدم پیج تسلیم نیست. برایان دیگه نمیدونه باید چیکار کنه و پشماش ریخته و میره پشت تنابهای رینگ و دورخیز میکنه و این حرکت سم رو میزنه و معلومه برایان کیج حالت طبیعی نداره، عین گوشت قربونی میاد روی شونه‌های هنگمن آدم پیج و آدم پیج F5 به خودش رو به برایان میزنه و کاور، اما برایان تسلیم نیست. برایان آدم رو میگیره و یه جرمن سوپلکس سنگین با آدم فرو میکنه و یه پاور بامب و یه باکل بامب هم میزنه و میخواست کار آدم رو تموم کنه، اما آدم اجازه نمیده و دنیل رو رول میکنه، اما دنیل کیج تسلیم نیست و خیلی سریع دنیل یه کلوزلاین مخصوص زنده یاد برودی لی رو با آدم میزنه و یه اسپاین باستر هم با آدم فرو میکنه، اما به طور معجزه آسایی آدم پیج تسلیم نیست و رفقای دنیل میان و یکیشون حواس داور رو پرت میکنه و اون یکی به دنیل کمربند رو میده که باهاش آدم رو بزنه و کارشو یکسره کنه، اما دنیل قبول نمیکنه و کمربند رو از رینگ میندازه بیرون و همینطور که با همگروهیاش جر و بحث میکرد آدم بهش یک کلوزلاین زد و کار دنیل تموم شد و آدم پیج برنده مسابقه اعلام شد و بعد مسابقه آبجوشو خورد و سالن رو ترک کرد و دنیل کیج هم یکم با همگروهیاش جر و بحث رو ادامه داد و یه تنه بهشون زد و رفت، چون یکی از همگروهیاش گردنش گویا مشکل داشت نزد اونجا شتکش نکرد و به این مسابقه از 5 ستاره به راحتی 3 ستاره رو میدم. مسابقه بعدی سر کمربندان تک تیم AEW برگزار شد. یانگ باکس قهرمانان این کمربندان در مقابل جان ماکسلی و ادی کینگستون. ابتدا جان و ادی از لای جمعیت وارد شدند و جان ماکسلی توی رینگ انگشت فاک خودش رو به بینندگان فرو کرد و کفشایی که از مت و نیک دزدیده بودن هم آورده بودند و بعد یانگ باکس وارد میشند و اومدن توی رینگ خودی نشون بدن و کاغذ رنگی ها رو سرشون ریخت که جان و ادی امون ندادن و لای کاغذ رنگی ها به مت و نیک حمله کردند و خارج از رینگ جان ماکسلی کاغذ رنگی ها رو مشاله میکرد و فرو میکرد تو حلقه یانگ باکس و بعد هم که رفته بود خفش کنه که ول کرد و در نهایت ادی روی ستاشون که خارج از رینگ بودن پرید و جان ماکسلی از تماشاچیان یه نوشیدنی گرفت و زد به بدن و پادوی یانگ باکس یه اسپری گرفته بود دستشو داشت مثلا نیک جکسون رو سر حال می آورد که اونم گرفتن و ترتیبشو دادن و یانگ باکس برمیگردن به رینگ و به جان و کوفی حمله میکنند و بالاخره زنگ مسابقه خورد. توی رینگ نیک با کوفی درگیر میشه و خارج از رینگ جان با مت جکسون و در مجموع مومنتای اولیه مسابقه دست جان ماکسلی و ادی کینگستون قرار میگیره و
همونطور که ادی روی نیک گوشه رینگ تلمبه میزد، مت حواس ادی رو پرت میکنه و نیک انگشتش رو میکنه تو چشم ادی و سری با مت تگ رو انجام میده و با حمله به جان اجازه تگ به ادی رو نمیده و بعد هم یه جفت تو حلقش میره و توی رینگ نیک وارد میشه و با هم دوتایی گوشه رینگ یه حالی به ادی میدن و چون دیدن خیلی حال کرده یه بار دیگه تیمی کار کردن و حال ادی رو حسابی حالی به حالی کردن و در نهایت ادی تونست با جاخالی دادن و پرتاب کردن نیک به روی تناپای رینگ برای خودش زمان بخره تا با جان تگ کنه، اما نیک چون نزدیک به مت بود سریعتر این کار رو کرد و مت یه لگد زد زیر پای ادی و زمین گیرش کرد و بعد هم از رینگ خارج شد و پس کله جان رو گرفت و به دیواره کنار رینگ کوبوندش و به شنگول و منگول و حبه انگورش یه صفایی داد و آلت خودش رو فرو کرد تو چهره ادی کینگسون و اونم تازه گوشه ی رینگ. بعد یه بادی اسلم به ادی زد و ادای هالکوگن رو در آورد که دیگه جان ماکسلی جلوی جلون دادن مت رو میگیره و از رینگ خارجش میکنه و یه کلوز لاین بهش میزنه و بالاخره به هر ضرب و زوری بود ادی با جان ماکسلی تگ رو انجام داد. جان جفتشون رو رنده میکنه و گردن نیک رو مورد عنایت خودش قرار میده و برای اینکه داداش نیک حسودی نکنه یه پال درایور دیگه به مت جکسون میزنه و کاور، اما مت تسلیم نیست. جان بیخیال نمیشه و سابمیشن بولداک چوک رو اجرا میکنه، اما نیک اجازه نمیده و یه لگد میزنه تو کله جان ماکسلی، اما جان کم نمیاره و دابل دی دی تی میزنه. جان یه تنه جفتشون رو برای 9 ماه دیگه آماده میکنه که یه سر و کله کارل اندرسون پیدا میشه و از اون سمت نیک به مت اون اسپری رو میده و ادی خارج از رینگ با گلوز درگیر میشه و چون هر هفته شوهای AEW ایمپکت رسلینگ رو دنبال نمی کنم یکی اومد بالا سر کارل اندرسون و کودک زنان از صحنه خارج شدند و من داستان درگیری اینا رو دنبال نمی کنم و فرصت برای مت مهیا شد تا اسپری رو تو صورت جان ماکسلی خالی کنه و همونطور که داور دنبال چروندن قازاش بود چشمای جان ماکسلی توی رینگ به فاک رفتن و کاور، اما جان ماکسلی تسلیم نیست. اون قوطی اسپری هم میزنه تو کله جان ماکسلی که باعث میشه خون از سر جان جاری بشه و گزارشگران اعلام کردن سکیوریتی داک گالوز رو از سالن دور کردن. یانگ باکس روی استیج با هم همکاری میکنند و ملتزر درایور خودشون رو به روی جان ماکسلی پیاده کردند و یانگ باکس وارد رینگ شدند و خواستن با کاونت اوت برنده بشن، اما جان تونست خودش رو به رینگ مسابقه برسونه و مانع شمردن داور مسابقه شد. یانگ باکس جان ماکسلی رو گرفتن و پاهاشو انداختن روی تناپای رینگ و نیک رفت روی تاپروپ و پرید روی شکم جان ماکسلی و کاور، اما جان تسلیم نیست و عملا ادی نقش چغندر رو تا به الان ایفا کرده. صورت جان کامل با خون پوشیده شد و یانگ باکس شروع به زدن لگد به کمر و سینه جان میکنند و مت میره برای هدلاک تا جلوی نفس جان رو بگیره و از اون سمت نیک هم میخواد جان رو خفه کنه که بالاخره ادی حرکتی میزنه و وارد رینگ میشه که داور از رینگ خارج میکنه و عملاً کار خاصی انجام نداد و جان ماکسلی همچنان کدک خور یانگ باکس بود و داور شخمی این مسابقه باز حداقل آویزون یکی از این دو برادر میشد و یکیشون رو مینداخت بیرون که این کارو نمیکرد و حتی گزارشگرا هم اشاره کردن که این مسابقه داره تبدیل به هندیکپ 1-2 میشه. به هر حال یانگ باکس ادای گروه شیلد رو درآوردن و خواستن کار جان رو یکسره کنن، اما جان با یک بوت ازشون استقبال کرد و به نیک سوپلکس خودشو فرو کرد و جفتشون رو با هم گرفت و دابل سوپلکس انجام داد که حرکت جالبی بود که حتی تماشاچیان بلند شدن بعد از انجام این حرکت و بالاخره جان ماکسلی با ادی کینگسون تگ رو انجام میده. ادی خوب کار میکنه و جفتشون رو میزنه و یه بلی تو بلی به نیک فرو میکنه و به مت یه انزوگیری به سرش میزنه و دی دی تی خودشو به مت تزریق میکنه و ساب میشن خودشو به روی مت اجرا میکنه که نیک میاد میزنه تو کله ادی که ادی با نگاش میگه مگه من با تو شوخی دارم مت چه کنی، و یه بود که اصلا بهش نخورد رو به نیک میزنه و بالاخره این دوتا با همکاری هم ادی رو میزنن و همچنان در تعجبم که چرا داور این مسابقه به حضور با هم این دو در رینگ گیر آنچنانی نمیده. نیک میره روی تاپروپ و سنتان خودش رو اجرا میکنه، اما ادی زانوهاشو بالا میاره و کمر نیک به شخ میره و نیک مثل کرم به سمت داداشش میخزه ولی تگ نمیکنه و ادی با جان تگ رو انجام میده و دابل سوپر کیک از یانگ باکس دریافت میکنه و یانگ باکس آماده میشه برای زدن یه حرکت ترکیبی دیگه، اما جان اجازه نمیده و
اسلیپر هول روی مت اجرا میکنه و از اون سمت ادی آویزون پای نیک میشه. ادی گند میزنه و جان ماکسلی این وسط کدک خور داستان میشه و کاور، اما همچنان جان ماکسلی تسلیم نیست. شرایط به سرعت تغییر میکنه و جان و ادی میتونن حرکت ترکیبی خودشون رو به مت بزنن و کاور، اما نیک جکسون کاور رو به هم میزنه و با زانوش هم میره تو صورت ادی و شارپ شوتر به روی جان ماکسلی پیاده میکنه و بالاخره در کمال تعجب ادی که در نقش چغندر فرو رفته بود میاد و سابمیشن رو به هم میزنه و بک دراپ درایور به مت میزنه، اما نیک بهش سوپر کیک میزنه و از رینگ خارجش میکنه. این فرصت به وجود میاد تا جان ماکسلی به نیک جکسون فینیشر میزنه و کاور، اما مت جکسون کاور رو به هم میزنه. جان ماکسلی خول میشه و شروع به لیست زدن کله نیک میکنه و تماشاچیان همگی AEW رو فریاد میزنن. چند تا کله بهش میزنه و پرتش میکنه گوشه رینگ، اما نیک کارشو بلده و میاد پشت تناپای رینگ و یه لغت توی پای ادی میزنه و جان میره برای اسلیپر، اما مت اجازه نمیده و با هم دابل سوپر کیک دیگه به جان میزنن، اما جان هم در جواب دابل کلوز لاین بهشون میزنه. اما در آخر این جان ماکسلی هستش که سومین دابل سوپر کیک رو دریافت میکنه کاور، اما جان ماکسلی روی شماره یک داور کیک اوت میکنه، پشمای همه ریخته حتی خودش. چهارمین دابل سوپر کیک زده میشه و ادی هم اومد کدکش رو خورد و رفت دوباره کنار رو. گانگ باکس دستهای جان ماکسلی رو میگیرند و 4 تا بی تی ای به جان میزنن تا جان بالاخره از پا در میاد و کاور یانگ باکس تونستن از عناوین قهرمانیشون حفاظت کنن. یک مسابقه طولانی نفسگیر بیش از 20 دقیقه که اگه ادی یکم بهتر کار میکرد میتونست یه مسابقه 5 ستاره باشه، اما به راحتی 4 ستاره بیشتر دریافت نمیکنه. جیم راس گویا جدیدن گفته بهترین کشتیگیر دنیا رندی اورتونه که اعلام میکنه اگه امشب کنی اومگا بتونه جفت حریفاش رو شکست بده نظرشو عوض میکنه و کنی اومگا رو بهترین کشتیگیر دنیا معرفی میکنه. آخرین مسابقه‌ای که قراره توی این ویدیو گزارشو بررسی کنم مسابقه کازینو بتل رویال برای نمبر وان کانتندری سر کمربند AEW World Championship خواهد بود. حالا چرا آخری؟ چرا قراره که من توی سه پارت این پیپر ویو رو بررسی کنم؟ برای اینکه این پیپرویو واقعا زیباست و حرف نداره و به نظرم جالب نمیشه که من بخوام مسابقات اصلی این پیپرویو رو با انرژی کمتر و نگفتن تمام اتفاقات رد کنم. پس هم با حوصله این کار رو انجام میدم و همین که شما هم از تایم بالای ویدیو خسته نمیشید و پیپرویو دابل اور ناتینگ 2021 رو در سه پارت تقدیم شما خواهم کرد که امیدوارم مورد استقبال شما عزیزان بوده باشه. گزارشگر مهمان پال وایت خیلی خوشحال وارد میشه و در کنار دیگر گزارشگران قرار میگیره و بعد جاستین رابرتس قوانین مسابقه رو اعلام میکنه و قوانین مسابقه کازینو بتل رویال به این شکله که 4 دسته که هر کدوم شامل 5 کشتیگیر هستن معرفی میشن که این 4 دسته با نام‌های کارت‌های پاسور دل، خشت، پیک و گشنیز معرفی میشن که بعد از گذر 3 دقیقه یک دسته دیگه وارد مسابقه میشه. زمانی که هر 4 دسته یعنی 20 کشتیگیر وارد رینگ شدن، یک نفر به عنوان جوکر و آخرین نفر مسابقه معرفی میشه. اون نفر 21 مسابقه خواهد بود که گویا قرار سورپرایز مسابقه هم باشه و تنها راه حذف کشتیگیران از این مسابقه اینه که حریف از بالاترین تناب رینگ خارج بشه، کف دو پاش به زمین برخورد کنه. دسته اول گشنیز با کشتیگرانی مثل کریستین کیج، مات سایدل، پاور هاوس هابز، داستین رودز و مکس کستر آغاز میشه. مکس شروع به دیس کردن کریستین و مات و داستین رودز میکنه و میگه کریستین خوبه ولی فقط به همراه اج. به مات میگه شبیه کونه مارمولک خوابالوت میمونه و در آخر به داستین که بهش کم معلی میکنه میگه انقدر فیست تخمیه بهتره که کل صورتت رو نقاشی کنی. به هر حال 5 کشتیگیر در رینگ حاضر میشن و کریستین با پاور هاوس و داستین رودز با مکس
سکس درگیر میشن و مت اون گوشه دست به نازل وای میسته که بعد به پاور هاوس حمله میکنه و با کریستین همکاری میکنه و اون سمت هم داستین روت رفته برای حذف مکس از مسابقه که موفق نیست و درگیری ادامه پیدا میکنه و مکس یه لگد میزنه زیر فندقهای مت و از رینگ پرتش میکنه بیرون و اولین نفر مت سایدل توسط مکس کستر از مسابقه حذف میشه. کریستین با مکس و داستین رودز با پاور هاوس درگیری رو ادامه میدن و طولی نمیکشه که کریستین مکس رو از مسابقه حذف میکنه و 3 دقیقه تموم میشه و از دسته گیشنیز 3 نفر باقی موندن و دسته بعدی که دسته خشت باشه با اعضای آیزای کسدی، مت هاردی، ونس، نیک کاماروتو و سرپنتاسیو وارد میشن که خیلی سریع ونس کار سرپنتاسیو رو یکسره میکنه و از مسابقه حذف میشه. ونس با نیک درگیر میشه و میتونه بهش پاور اسلم بزنه اما نیک جوابش رو با یه اسپیر میده و تا 1 قدمی حذف جلو میبرتش اما ونس خودش رو آویزون نگه میداره و داستین رودز میاد و جفتشون رو با هم حذف میکنه و با اینکه نیک کاماروتو از مسابقه حذف شده بود اون زنگوله‌ای که داستین رودز با خودش آورده بود رو با همون میزنه به سر داستین رودز و بعد میره. پاور هاوس هم به سادگی داستین رودز رو بلند میکنه و از مسابقه حذفش میکنه. 3 دقیقه تموم میشه و دسته دل با اعضای برایان پیلمن جونیور و گریف گارسون، کولت کابانا، آنتونی بوئنز و پنتاگون وارد میشن. آیزای کسدی خیلی بی سر و صدا کابانا رو از مسابقه حذف میکنه و وسلی بلونز تک تیمی با اعضای برایان پیلمن جونیور و گریف گارسون میتونن با هم آنتونی بوئنز رو حذف کنند و تقریبا رینگ خلوت و پاور هاوس و کریستین از رینگ خارج شدند و واسه خودشون زمان میخرند و مت هاردی موفق میشه گریف رو از مسابقه حذف کنه و مت هاردی و هم تیمیش کسدی کنار هم قرار میگیرند و درگیری پیلمن و پنتاگون رو میبینند و دنبال یه فرصت برای حذف این کشتیگیران هستند و بهشون حمله میکنن اما مت هاردی کدک خور پنتاگون میشه و دسته آخر دسته پیک با اعضای جان گلبوی، مارک کوئن، آرن سولو، ایول اونو و لی جانسون وارد میشن و همینطور که سولو وارد میشه پرایوت پارتی یعنی مارک کوئن و آیزای کسدی تونستن با هم برایان پیلمن جونیور رو حذف کنند و خیلی سریع سولو با لی جانسون درگیر شد و سولو توسط لی حذف شد و بلافاصله خود لی توسط مت هاردی از مسابقه حذف شد و روند مسابقه ادامه پیدا میکنه و جالبه که کریستین و پاور هاوس همچنان خارج از رینگ برای خودشون شلنگ تخته میندازند و وارد رینگ نشدن. جوکر پنتاگون موفق میشه ایول اونو رو از مسابقه حذف کنه و جانگل بوی خیلی زیبا و سرعتی میپره روی شونه پنتاگون و با یه چرخش پنتاگون رو از رینگ میندازه بیرون و بالاخره سر و کله پاور هاوس و کریستین پیدا میشه و پاور هاوس تجاوز سنگینی به پرایوت پارتی میکنه و با کریستین درگیر میشه و بالاخره کریستین میتونه پاور هاوس رو از رینگ خارج کنه. 5 نفر توی رینگ باقی موندن. گروه پرایوت پارتی، کریستین و جانگل بوی. مت هاردی بچه‌ها رو سرپا میکنه و به کریستین و جانگل بوی نگاه میکنند و مت هاردی به جانگل بوی حمله میکنه و کسدی و مارک به کریستین. همینطور که پرایوت پارتی توی رینگ جولان میدادن 3 دقیقه تموم میشه و جوکر مسابقه لیو راش وارد میشه. لیو راش کشتیگیر با استعدادی که در WWE به خوبی ازش استفاده نشد و در AEW مشغول به کار شده. حتی شاید براتون جالب باشه که بدونید لیو راش نقش بخشی از مدل حرکت‌های کشتیگیران که در بازی WWE 2K22 اجرا میشن رو ایفا کرده اما الان در AEW به عنوان جوکر مسابقه کازینو بتل رویال در رینگ مسابقات AEW حاضره. هنوز وارد رینگ نشده یه فراگ اسپلش میزنه و با هم بخشی از حرکاتی که لیو راش اجرا میکنه رو ببینیم. لیو راش خوب کار کرد و درگیر حذف کردن پرایوت پارتی شد اما مت هاردی جلوشو گرفت و از رینگ پرتش کرد بیرون و مسابقه تقریبا میشه گفت تبدیل به هندیکپ 3-2 شد. مت هاردی آماده دلیت کردن جانگل بوی میشه اما جانگل بوی یک کلوزلاین به مت هاردی میزنه و جانگل بوی با همکاری با کریستین موفق میشن پرایوت پارتی رو حذف کنند و توی رینگ 3 کشتیگیر باقی میمونه. کریستین، جانگل بوی و مت
مت هاردی به کریستین پیشنهاد همکاری میده و به نظر میرسه که کریستین هم قبول میکنه، اما پس کله مت هاردی رو میگیره و پرت میکنه بیرون از رینگ و حالا مسابقه تک به تک میشه. یکی از این دو کشتیگیر در آینده در مقابل قهرمان کمربند AEW که در حال حاضر کنی اومگا است قرار میگیره. کریستین خیلی سریع میره برای حذف جنگل بوی، اما جنگل بوی مقاومت میکنه و کریستین رو میذاره روی تاپ روپ، اما کریستین از موقعیت استفاده میکنه و میپره روی جنگل بوی و درگیری ادامه پیدا میکنه. کریستین آماده میشه برای تموم کردن کار جنگل بوی، اما جنگل بوی اجازه نمیده و کریستین رو بلند میکنه و به یک قدمی حذف از مسابقه نزدیک میکنه، اما کریستین اجازه نمیده و جفتشون تو موقعیت خطرناکی قرار میگیرند و کریستین میخواست جنگل بوی رو بکوبونه به پایه رینگ، اما جنگل بوی همینطور که میبینید برمیگرده به رینگ. کریستین میره سمتش، اما جنگل بوی گردنشو میکنه لاپاهای کریستین و با گردنش کریستین رو بلند میکنه و پرت میکنه بیرون و با حذف در مجموع 4 کشتیگیر برنده مسابقه کازینو بتل رویال میشه و نامبر وان کانتندر سر کمربند قهرمان AEW جنگل بوی معرفی میشه. یه بتل رویال 4 ستاره خوب با نتیجه فوق‌العاده. تماشاچیان جنگل بوی رو تشویق میکنند و همتیمی‌های جنگل بوی وارد میشند و همراه هم جشن میگیرند و کریستین وارد رینگ میشه و بهش میگه تو باید قهرمان کمربند بشی و بغلش میکنه و مرسی از AEW که لذت مسابقات خوب رو بعد از مدت‌ها بهمون داد. از نیروهای نظامی آمریکا قدردانی میشه و امیدوارم که شما هم از پارت اول گزارش و بررسی پیپر ویو دابل اور ناتینگ 2021 لذت برده باشید و پارت دوم و سوم رو به هیچ عنوان از دست ندید و همین الان ویدیو رو لایک کنید و کانال یوتیوب منو سابسکرایب کنید و زنگوله کانالش رو فعال کنید و مرسی از آرش وارث عزیز بابت حمایت مالی و پیام زیبایی که فرستادی. از طریق سایت raymeet.ir/thegame666 میتونید دونیت کنید و تا ویدیوی بعدی مراقب زیباییتون باشید.